دنیای کوچیکی رو تصور کنین که انسان‌های کمی توی اون زندگی می‌کنن و به منابع کمتری هم نیاز دارن. فرض کنید که در اونجا فقط سه بسته کالا موجود باشه و مردم برای خرید این بسته‌ها حجم مشخصی پول در اختیار داشته باشن. اما اگه ناگهان یه شعبده باز با ورد و جادو این حجم پول رو دو برابر کنه، چه اتفاقی میفته؟ بله، درست حد زدیم. کالاها توی این دنیای خیالی به دلیل افزایش تقاضا قیمتشون بالا میره. وقتی پول زیاد میشه بی استفاده نمیمونه، خرج میشه و تقاضا رو افزایش میده و چون تعداد کالاها زیاد نشده، مردم مجبورن برای خرید هر بسته بیشتر از قبل هزینه کنن. این اتفاق همواره برای کالاها توی دنیای ما هم میفته و افزایش حجم پول قیمتها رو بالا میبره. اما آیا اینجا هم پای شعبده بازا در میونه؟ بله، این شعبده بازی رو بانک ها انجام میدن و بدترین اتفاق برای شعبده باز اینه که کسی حقه اونو فاش کنه. اما بانک ها با چه حقه پولا رو چند برابر میکنن؟ سالها قبل در الگوی معیشت غرب، نهاد بانک به این بهونه به وجود اومد که پولهای مردم رو در جای امنی براشون ذخیره کنه و مردم هر وقت خواستن اونو پس بگیرن و اگه به پولشون نیاز نداشتن، بانک ها اونو به دیگران قرض بدن. اما به مرور بانک ها متوجه نکته مهم میشدن. اونا پی بردن که مردم درصد کمی از پولاشونو از بانک برمیدارن. موندن این همه پول توی بانک باعث شد که یک ایده شیطانی به ذهنشون برسه. ایده این بود: باقی مونده سپرده های مردم پول هنگفتی که میشه از اون پول در آورد. پولی که تا از بانک خارج نشه بارها و بارها میشه اونو وام داد و بابتش بهره گرفت. برای محدود کردن این قدرت وامدهی بی حد و حصر، بانک‌های مرکزی به وجود اومدن و بانک‌ها رو مجبور به ذخیره درصدی از پول‌های مردم کردن. ذخیره که باید به بانک مرکزی می‌سپردن و اجازه وام دادن اونو نداشتن. اما بذارین این اتفاق رو قدری دقیق‌تر بررسی کنیم. فرض کنین فردی 1000 تومان از پولش رو در بانکی بذاره. بانک هم مثلا 10% از اون پول رو به بانک مرکزی می‌سپره و 900 تومن بقیه رو به نفر دومی وام می‌ده. یعنی علاوه بر 1000 تومانی که در حساب نفر اول وجود داره، بانک 900 تومن دیگه هم خلق کرده که الان در اختیار نفر دومه. با جادوی بانک 1000 تومن اولیه به 1900 تومن تبدیل میشه. نفر دوم با این 900 تومن خرید میکنه. فروشنده پولشو به حسابش توی بانک میریزه. بانک دوباره 10% از اونو ذخیره میکنه و 810 تومن باقی مونده رو به نفر بعد وام میده. با این کار حجم پولا به 2710 تومن میرسه که 1710 تومن اون پولیه که با روش‌های حسابداری خلق شده و کاملاً غیر واقعیه و بدون پشتوانه است. اما این روند تا کجا ادامه پیدا می‌کنه؟ همه چیز بستگی به اون 10%ی داره که بانک‌ها باید در بانک مرکزی ذخیره کنن و به اون نرخ سپرده قانونی میگن. نرخی که هر قدر پایین‌تر بیاد و به صفر نزدیک بشه، قدرت خلق پول بانک‌ها رو بی‌نهایت می‌کنه. مثلا با نرخ سپرده قانونی 10%، بانک ها از 1000 تومان 10000 تومان پول خلق میکنند. این نرخ در کشورها به وسیله قانون مشخص میشه و اگه دولتی بخواد جلوی خلق پول در اقتصاد رو بگیره، مهمترین گام اینه که اونو به 100% برسونه. اگه نرخ سپرده قانونی 100% نباشه، امکان خلق پول چنان قدرتی به بانک ها میده که خطرناک و مهار نشدنیه. بانک هایی که به دنبال منافع خودشونن و عمده پول موجود در اقتصاد رو خلق میکنن و اونو مثل یه آفت به جان بخش واقعی اقتصاد میزن، بخشی که هر قدر هم تولید کنه مقابل حجم پولی که خلق میشه بازنده است. حالا آیا با این شرایط دولت میتونه مدیریت موثری در حوزه معیشت داشته باشه؟